مهاجرت های هیجانی خیلی زیاد شده. یعنی مثلا هم من کلی دوست دارم، هم تو گفتی کلی مثلا شاگرد داری، کلی دانشجو هستن که طرف مهاجرت میکنه میگه فقط من از ایران برم، یعنی دیگه به بقیهش فکری نمیکنه و بعد میره و میبینه اون چیزی که میخواسته نشده، نمیشه، افسردگی و هزار تا داستان دیگه. یه کوچولو راجع به این موضوع بیا با هم صحبت کنیم. خیلی موضوع جذابی رو اشاره کردی. حالا فکر میکنم سالی بالای 1000 تا چه توی دانشگاه چه حالا ورکشاپ هایی که میذارم یا کلاس های خصوصی دارم دانشجو دارم، هنرجو دارم و خب میبینم که تقریبا میتونم بگم اکثرشون خیلی ناامیدن، نمیدونن چی کار باید بکنن، ولی این راهش نیستش که فقط به این فکر بکنیم که به هر طریقی که شده، به هر قیمتی که شده من مهاجرت بکنم. اشتباهه. من خیلی از همین هنرجوهام رو میشناسم رفتن و توی شرایط خیلی خیلی بدتر از ایران مواجه شدن و الان افسردگی گرفتن، تراپیست گرفتن، جلسات میرن، حتی توی کشورهایی که شاید خیلی آرزوشون رو میکنن، کانادا. آره. و شرط خیلی بدی دارن. من میخوام اینو بگم، فکر بکنید اصلا هدفتون چیه، واسه چی میخواین برین. این خیلی مهمه، براش پلن بریزین. این که صرفا بخواین مهاجرت بکنین اتفاق درستی نیست. ببینید خود من، خیلی الان به من میگن که تو که شرایطشو داشتی، نمیدونم، من خب گلدن ویزای امارات هم گرفتم سال پیش، 10 ساله دارم، ولی خب یه سالی که نرفتم، حالا شاید برم در آینده ولی نرفتم. و الان خب یه سری کشورهای دیگه هم این شرایط حالا تالنت رو دارن، ویزا تالنت رو دارن که میتونم اقدام بکنم و برم، ولی نرفتم. من با توجه به شرایطی که داشتم ترکیه برای من بهترین بود. نیازی نیستش که من برم یه کشوری مثل کانادا زندگی بکنم یا برم آمریکا یا انگلیس برم. ببینید هر جایی که شما احساس خوشحالی بکنید، کارتون احساس خوشحالی از کجا میاد؟ از این لذت از کجا میاد؟ زمانی که شما از نظر کاری هست، از نظر تحصیلی هست، شرط زندگی هست، ارتباطه، اون ارتباط عاطفی که با دوستاتون دارین، با خانوادتون دارین، با محیط دارین، با حتی با زبونش دارین. من اینجا احساس غربت هیچ وقت نکردم به خاطر اینکه خب تبریزی بودم، زبان ترکی من خوب بود از اون موقع و خب به راحتی تونستم ارتباط رو با آدما برقرار بکنم. و خب همه اینها در مجموع اون احساس رضایتمندی رو بر من ایجاد میکرد. من نیازی نداشتم که مهاجرت بکنم برای یه کشوری که خب همه میگن خوبه. خب برای همه شرط همه با هم یکی نیست. ما زمانی میتونیم بگیم که این کشور خوبه که کامل بررسی کرده باشیم با توجه به داشته هامون، ابزارهایی که داریم. ما باید اون محیط رو بسنجیم، ما مارکت رو باید شناسایی تو هر کاری این هستش. توی مارکت کاری که ما طراح صنعتی انجام می، خب یه سری از بچه‌ها کار دیزاین انجام میدن، یه سری خب خودشون برند دارن، محصول تولید میکنن. خب اشتباهی که میکنن مارکت رو نمیشناسن، نمیدونن این محصول برای چه مارکتی مناسب هستش.